بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط خبرها. برگزاری دوره آموزشی برای خادمان برخی حرم‌های مطهر در عراق جهت بهبود تعامل با زائران. انفجار و حمله مسلحانه در پاکستان دو کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. دوئل ایران و طالبان از حقابه تا مانور اقتدار. سفر مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظمى شیرازی به ترکیه. سلام بر حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و سلام به شما حسینیان. وقت بخیر. من مهدی بهنام با اخبارشی از امام حسین تیوی در خدمت شما هستم. اداره عتبات و حرم‌های مطهر وابسته به سازمان اوقاف شیعی عراق از برگزاری دوره آموزشی به خادمان برخی حرم‌های مطهر در عراق برای بهبود تعامل با زائران خبر داد. این اداره با صدور بیانیه رسمی که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید نوشت، روز پنجشنبه هفته گذشته یک دوره آموزشی برای خادمان در حرم مطهر شریف دختر امام حسن علیه السلام در استان بابل برگزار شد. این بیانیه افزود، هدف از برگزاری این دوره آموزش و بالا بردن سطح کیفیت و نیز بهبود تعامل خادمان با زائران است. بیانیه اداره عتبات و حرم‌های مطهر وابسته به سازمان اوقاف شیعی عراق همچنین افزود، در این دوره شیوه‌های مختلف استقبال از زائران، خدمات رسانی به آنان، تعامل با آنها و دیگر نکات و ملاحظات مورد نیاز خادمان به آنها آموزش داده شد. در پایان این بیانیه آمده، این دوره آموزشی که نزدیک به 50 تن در آن شرکت کردند، توسط بخش برنامه ریزی و پیگیری وابسته به حرم مطهر شریف دختر امام حسن علیه السلام در استان بابل برگزار گردید. مقام‌های پلیس پاکستان اعلام کردند که در پی دو رویداد جداگانه انفجار و تیراندازی در این کشور، دو غیر نظامی کشته و 25 تن دیگر از جمله چند مأمور پلیس زخمی شدند. این رویدادها در بازار شهر تانک ایالت خیبر پختونخوا و شهر پیشاور رخ دادند. وقار احمد، یک افسر پلیس محلی، به رسانه ها گفته که در رویداد نخست افراد مسلح ناشناس به یک خودروی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا حمله کردند. در پی این حمله دست کم یک غیر نظامی جان باخته و 21 نفر دیگر از جمله چندین نیروی پلیس زخمی شدند. گفته شده که رویداد دومی ناشی از وقوع انفجار در شهر پیشاور بوده که در پی آن یک غیر نظامی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در یک تعمیرگاه موتورسیکلت بوده است. هرچند تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویدادها را بر عهده نگرفته است، اما با پایان آتش بس در ماه نوامبر سال گذشته میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان، حمله های این گروه در آن کشور افزایش یافته است. اختلاف قدیمی ایران و طالبان بر سر حقابه هیرمند طی روزهای اخیر با تهدیدها و تندیهای لفظی مقامات دو کشور و واکنش‌های کاربران فضای مجازی همراه بوده است. به گزارش همکارم سعید بهاری در این زمینه توجه فرمایید. ماجرای اختلاف ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند سر دراز دارد و با تغییر حاکمان کابل آنچه تغییر نکرده همین اختلاف بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند است.
نظام ولایت فقیه هرچند از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و خروج نیروهای امریکایی از این کشور خیلی زود ذوق زده شد و طالبان را جنبش اصیل منطقه خواند، اما به نظر می رسد این ماه عسل تهران و کابل زودتر از آنچه انتظار می رفت به پایان رسیده است. رود بزرگ هیرمند که با نامهای هلمند یا هیلمند و در برخی کتب کهن تاریخی از آن به هندمند هم یاد شده است، از ولایت هلمند افغانستان و ارتفاعات هندوکش در غرب کابل سرچشمه می گیرد و پس از طی مسیری حدوداً 1100 کیلومتری به دریاچه هامون که مشترک میان ایران و افغانستان است می ریزد. افغانستان با احداث دو سد کجکی و کمالخان مانع از رسیدن آب رودخانه هیرمند به خاک ایران شده است و بنابر ادعای دولت ایران این مسئله برخلاف توافق نامه امضا شده بین دو کشور در سال 1351 شمسی است. اما افغانستان چه پیش از به قدرت رسیدن طالبان و چه پس از آن دلایل گوناگونی را برای بستن آب به سوی ایران ذکر می کند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین ما به ازای حقابه ایران نفت مطالبه می کرد، ولی طالبان خشکسالی و کاهش سطح نزولات آسمانی و پایین رفتن ذخایر هیرمند پشت سدهای کجکی و کمالخان را بهانه کرده است. سال گذشته با رفت آمدهای هیئت‌های دیپلماتیک میان وزارت خارجه ایران و مقامات طالبان به نظر می رسید مشکل حل شده باشد، اما در عمل چنین نشد و طرف‌های ایرانی و افغانستانی هر یک همان حرف‌های سابق را تکرار می‌کنند. تا آنجا که هفته قبل ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران زبان به تهدید طالبان گشود، تهدیدی که به نظر نمی رسد طالبان را ترسانده باشد. در پی تهدید رئیس جمهور ایران، دفتر سخنگوی طالبان با انتشار اعلامیه‌ای اظهارات رئیسی را نامناسب و زیان آور دانسته و خواسته که این اظهارات تکرار نگردد که در غیر این صورت به نفع هیچ کدام از دو طرف نخواهد بود. در این اعلامیه خشکسالی و کمبود آب در ذخایر کمالخان و کجکی مانع از ارسال آب به سوی ایران ذکر شده است که این پاسخ با واکنش گسترده کاربران فضای مجازی مواجه شد و عکس‌های ماهواره‌ای از پر آب بودن ذخایر مذکور ادعای طالبان را به چالش کشید. متعاقب این اعلامیه شدید و لحن طالبان، ویدیویی از جنرال موبین از فرماندهان شناخته شده طالبان در فضای مجازی انتشار پیدا کرده که اظهارات تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی را به استهزا گرفت. ای رئیس جمهور ایران اختار داده که او ندادی ما حمله میکنیم. ده هلمان دو نیست که نماز لوگر شریف بر شب پاک میبریم. خو اختار نت ما میترسیم باز. نه یک بشکه به خدمتتان است. به نظر می رسد دوئل ایران و طالبان به مرحله حیثیتی رسیده باشد و موضوع از حقابه فراتر رفته و به مانور اقتدار دو طرف پیوند خورده باشد. از یک سو طالبان که خود را پیروز در جنگ با دو ابرقدرت شوروی و امریکا می دانند و به اعتماد به نفس بالایی رسیده که تهدید ایران را جدی نمی گیرند، و از سوی دیگر نظام ایران که حوزه دخالت خود را از یمن تا عراق و سوریه و لبنان و جای جای خاورمیانه گسترانده، نمیتواند نسبت به سرسختی همسایه شرقی خود بی‌اعتنا بماند. و از سوی دیگر مردمانی خسته از دهه ها جنگ نظامی و اقتصادی در دو کشور که تمایلی به ورود به جنگ دیگری ندارند. سعید بهاری، اخبار شیعه. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری. برگزاری دوره آموزشی به خادمان برخی حرم‌های مطهر در عراق برای بهبود تعامل با زائران. انفجار و حمله مسلحانه در پاکستان دو کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. دوئل ایران و طالبان از حقابه تا مانور اقتدار.
و در ادامه افزایش حملات گروه تروریستی داعش علیه شیعیان در افغانستان. سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر مقدس کربلا با هدف فعالیت‌های دینی و فرهنگی به کشور ترکیه سفر کرد. وی در اولین اقدام خود در این کشور از مقر دفاتر شبکه‌های جهانی امام حسین علیه السلام و الزهرا سلام الله علیها بازدید و با مسئولان این مجموعه های رسانه‌ای دیدار و گفتگو کرد. سید عارف نصرالله پس از دریافت گزارشی از فعالیت های این دو شبکه جهانی آن را ستود و توصیه هایی را برای مسئولان این دو مجموعه بیان داشت. مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت همچنین در مراسم عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام در مسجد مهدوی در شهر استانبول شرکت کرد. او طی این اقدام نیز مسئولان این مسجد را به تلاش در جهت متحد ساختن شیعیان کشور ترکیه و همچنین احیای شعار دینی و مذهبی توصیه کرد. به دو خبر کوتاه توجه فرمایید. یک نسخه نفیس قرآن کریم که در تولید آن از طلا، نقره، مس، الماس و پلاتین به کار رفته توسط یکی از شیعیان به موزه حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام اهدا شد. قسان شهرستانی رئیس موزه آستان مقدس حسینی علیه السلام ضمن اعلام این خبر افزود وزن این جلد قرآن 4 کیلوگرم بوده و خط آن دست نوشته است. بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، موارد ابتلا به وبا از ابتدای سال جاری 2023 میلادی در 24 کشور ثبت شده است و میزان مرگ و میر بالاتر از میانگین طبیعی است و برای هر 100 مورد ابتلا یک نفر جان خود را از دست می‌دهد. مسئول مبارزه با وبا در سازمان بهداشت جهانی گفته افزایش موارد ابتلا به وبا با فقر، منازعات و تغییرات آب و هوایی و موج آوارگان مرتبط است. وبا یک بیماری اسهالی واگیردار و خاص انسان بوده که در صورت عدم پیشگیری و درمان به موقع و مناسب بسیار کشنده است. این بیماری بیشتر در نقاط گرم و مرتبط و در تمام ماه‌های سال به خصوص از اردیبهشت تا آبان ماه دیده می شود. گزارش تازه یک مرکز مستقل جمع‌آوری اطلاعات در بریتانیا از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان نشان می‌دهد که پس از تسلط دوباره گروه طالبان در افغانستان، حملات داعش علیه شیعیان به ویژه در شمال این کشور افزایش یافته است. مرکز جمع‌آوری اطلاعات مستقر در بریتانیا که یافته‌هایش را در قالب نقشه تعاملی نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان و تحت عنوان شاهدان افغان منتشر کرده، تأکید کرده که نقض حقوق بشر به ویژه علیه گروه‌های قومی و مذهبی در افغانستان به مرتب بیشتر از چیزی است که در گزارش ذکر شده است. در نقشه شاهدان افغان بیش از 450 ویدیو از حملات به غیر نظامیان از جمله حملات علیه هزاره‌ها و شیعیان وجود دارد. دست کم 100 مورد این ویدیوها حملات داعش که اغلب در مناطق هزاره‌ها و شیعیان، خبرنگاران و حمله به اماکن عمومی و حتی مراکز آموزشی صورت گرفته است را نشان می‌دهد. این نقشه نشان می‌دهد که حملات گروه تروریستی داعش پس از تسلط گروه طالبان در افغانستان به ویژه در استان بلخ در شمال این کشور افزایش یافته است. پیش از این سازمان ملل و نهادهای ناظر دیگر نیز با نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی گفته بودند که شکنجه، تعقیب و قتل نظامیان حکومت پیشین، گروه‌های قومی و مذهبی و به ویژه شیعیان از مواردی هستند که روزمره و به طور گسترده در افغانستان رخ می‌دهد.
برای بحث بیشتر در این باره دکتر محمد حسین خلوصی، دکترای علوم سیاسی از ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب، بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه بینندگان محترم. آقای دکتر، با توجه به گزارش تازه یک نهاد بریتانیایی، اطلاعات شما از نقض حقوق بشر و به ویژه افزایش حملات علیه هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان نشان دهنده چیه؟ بفرمایید. همچنان که در خود این گزارش هم به گونه انعکاس یافته و تاکید شده بر اینی که این گزارش جامعه نمیتونه باشه و نسبت مثل یک نوک یک کوه یخی هست که بخش اعظمی از اون زیر آب هست. یک بخش از این گزارش نسبت به خشونت هایی هست که علیه شیعیان افغانستان و هزاره ها اعمال میشه. اون چی که در واقعیت در اطلاعات میدانی ما با اون رسیدیم بسی فراتر از اینها هست. در این گزارش صرفاً مناطق شهری و مناطقی که عمدتاً دسترسی به اینترنت در اون امکان پذیر هست بیشتر رو اونجاها متمرکز هست، و حال که مرکز زیست هزاره ها به طور سنتی مرکز افغانستان هستند و در اونجاها دسترسی به اینترنت کمتر هست و به همین جهت هست که حجم سرکوب و خشونتی که علیه شیعه ها و هزاره ها در افغانستان خصوصا در مناطق مرکزی صورت میگیره بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و در این خشونت ها هم طالبان سهم بیشتری از داعش دارن. در مناطق شهری داعشی ها بیشتر این کار را میکردن و انجام میدن، ولی در مناطق مرکزی خود طالبان هستن که این خشونت ها را علیه مردم اعمال میکنن. آقای دکتر، با تسلط طالبان در افغانستان نقش این گروه در نقض حقوق بشری و زمینه سازی فعالیت سایر گروه های تروریستی در افغانستان چگونه است؟ بفرمایید. توجه داشته باشیم که خود طالبان بزرگترین گروه تروریستی در منطقه بوده و هست. به همین جهت هست که پس از روی کار آمدن طالبان نقش گروه های تروریستی در افغانستان به شدت افزایش پیدا کرده و همچنان که از خدم خود این گروه هم از یک ماهیت تروریستی برخوردار هست. نوعی دومی که عرض کنم اینه که داعش در افغانستان از یک ماهیت سیاسی برخوردار هست که نظام های سیاسی در افغانستان در این اواخر برای سرکوب دیگران از این جریان استفاده کردن. نکته مهم دیگری که وجود داره این هست که داعش با طالبان در خصوص تصفیه ساد پاکسازی قومی و مذهبی اشتراک نظر دارن، از یک منبع ایدئولوژیک استفاده، به همین جهت انگیزه فوق العاده ای دارن در کشتار شیعیان، خشونت علیه آنها، و به همین جهت هست که یک بستر گسترده نسبت به خشونت گسترده علیه هزاره ها با روی آمدن طالبان فراهم شده و متاسفانه این وضعیت روز به روز افزایش پیدا کرده و همچنانی که گزارش های متعددی از سوی گزارشگران بین المللی منتشر شده وضعیت روز به روز بدتر میشه و سرکوبی بیشتر علیه شیعیان صورت میگیره. تشکر میکنم از شما آقای دکتر. دکتر محمد حسین خلوصی از آنکونای ایتالیا با ما همراه بودند. خبرگزاری فرانس 24 به نقل از مقام‌های حکومت نظامی میانمار گزارش داده است که شمار تلفات طوفان موکا در میانمار به 145 نفر رسیده است که بیشترین آنها از اقلیت مسلمان زیر آزار و اذیت دولت در روهینگیا هستند. بر اساس گزارش‌ها افراد جان باخته در این رویداد طبیعی شامل 4 سرباز، 24 نفر از افراد محلی و 117 نفر از ساکنان روهینگیایی می باشند. این منطقه محل زندگی صدها هزار پناهجوی روهینگیا است که به دنبال چندین دهه جنگ قومی در کمپ‌های پناهجویان زندگی می کنند. پیش از این برخی رسانه‌ها به نقل از ساکنان محل گزارش کرده بودند که در پی طوفان موسوم به موکا نزدیک به 400 تن که اکثریتشان مسلمان بودند جان باختند.
حکومت نظامی میانمار ضمن رد این گزارش ها تهدید کرده که علیه رسانه هایی که این آمار را نشر کرده اقدام خواهند کرد. طوفان موکا روز یکشنبه 25 اردیبهشت در پی باران شدید و بادهای تند با سرعت 195 کیلومتر در ساعت میانمار و بنگلادش را در نوردید که به دنبال آن خسارات هنگفت مالی به شهروندان این کشورها وارد شد. مروری دوباره به سرخط خبرها. برگزاری دوره آموزشی برای خادمان برخی حرم‌های مطهر در عراق جهت بهبود تعامل با زائران. انفجار و حمله مسلحانه در پاکستان دو کشته و 25 زخمی بر جای گذاشت. دوئل ایران و طالبان از حقابه تا مانور اقتدار. سفر مدیر مرکز روابط عمومی دفتر آیت الله العظما شیرازی به ترکیه. افزایش حملات گروه تروریستی داعش علیه شیعیان در افغانستان و 145 تن از جمله 117 مسلمان در پی طوفان در میانمار جان باختند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. اللهم اجل ولی یک الفرج. یا علی، خدا نگهدار.